سلام دوستان، به کانال داستان‌های ایران خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگر هنوز عضو این کانال نشدید با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون از آخرین ویدیوهای ما مطلع بشید. ژاله با نام اصلی شوکت اولو در محله سنگلج تهران به دنیا اومد. پدرش ارتشی و مادر بزرگش از خوشنویسان دوران قاجار بود. مادرش هم خانه‌داری می‌کرد. ژاله اولو متولد 1 فروردین 1306 در تهران بازیگره. وی فارغ التحصیل دانشسرای مقدماتی تهران در سال 1326 و هنرستان هنرپیشگی در سال 1329. به جز بازیگری، گوینده رادیو، صداپیشه و شاعر هم هست. ایشون از سرشناس‌ترین دوبلورهای ایرانی محسوب میشه. آخرین اجرای نمایشی وی مجموعه تلویزیونی مختارنامه نام داشت. وی از برگزیدگان هشتمین همایش چهره‌های ماندگار در سال 1389. اولو در کوچه شریعت واقع در محله سنگلج تهران از پدری ارتشی به دنیا آمد. اولو سلطنه از خوشنویسان دوران قاجار بود. او در کودکی آثار ادبی ادیبان ایرانی همچون حافظ و سعدی و مولانا رو فرا گرفت. در نوجوانی عضو چند انجمن ادبی و گروه شعرخوانی بود و همین فعالیت‌ها موجبات راهیابی ایشون به رادیو و گویندگی در اون سال، یعنی سال 1327 رو مهیا کرد. ژاله اولو فارغ التحصیل دانشسرای مقدماتی تهران و هنرستان هنرپیشگی تهران در دوره تحصیلی 3 ساله است. او به حق مادر بزرگ بازیگران و دوبلورهای سینما، تئاتر و تلویزیون ایران به شمار میاد. ایشون 73 ساله که در عرصه هنر فعاله. نخستین فعالیت‌های هنری ایشون رو گویندگی زنده در رادیو شامل میشه. وی به اجرای نمایش‌های رادیویی می‌پرداخت و از پایه‌گذاران برنامه داستان شب بود. اجرای وی در رادیو ایشون رو بران داشت که نام ژاله رو برای خودش برگزینه. پس از پایان تحصیلات هنرپیشگی در فیلم طوفان زندگی به ایفای نقش پرداخت. پس از بازی در چند فیلم سینمایی وارد عرصه تئاتر شد و نخستین اجرای خودش رو در سال 1328 تجربه کرد. ایشون آخرین اجرای تئاتر خودش رو در سال 1337 و در نمایشی به نام توپاز به کارگردانی نصرت الله محتشم انجام داد. او آغازگر دوبله کارتون در ایران بود و دوبله بسیاری از کارتون‌های والت دیزنی مانند پینوکیو، سفید برفی، زیبای خفته، سیندرلا، 101 سگ خالدار و غیره به کارگردانی ایشون انجام شد. ژاله اولو در سال 1327 وارد سینما شد. نخستین فیلمی که در اون بازی کرد فیلم طوفان زندگی نام داشت و آخرین فیلم سینماییش فیلم سلطان ساخته مسعود کیمیایی در سال 1375 بود. او در طول فعالیت بازیگریش در سینما 50 فیلم بازی کرد. او ابتدا به تئاتر روی آورد و در سال 1328 با نمایشنامه ماری مادلین در تئاتر فردوسی فعالیت تئاتری خودش رو آغاز و همزمان با ثبت نامش در هنرستان هنر با نمایشنامه ماری مادلین در تئاتر فردوسی فعالیت تئاتری خودش رو همزمان با ثبت نام در هنرستان هنرپیشگی آغاز کرد. حدود 1 سال در تئاتر فردوسی فعالیت کرد و بعد از اون به تئاتر تهران رفت و پس از مدتی دوباره به تئاتر فردوسی بازگشت. در مدت فعالیت تئاتریش در بیش از 20 نمایشنامه ایفای نقش کرد. وی در سال 1330 با نصرت الله محتشم ازدواج کرد و آخرین تئاتری هم که کار کرد توپاز نام داشت که در سال 1337 به کارگردانی محتشم اجرا شد. نصرالله محتشم متولد 1298 در تهران و فوت شده در 1359 در تهران هنرمند سینما و تئاتر ایران بود. وی فعالیت هنریش رو در سال 1308 با بازی در تئاتر فرهنگ رشت شروع کرد و بعد از اون با تئاترهای استودیو درام کرمانشاه، تهران و فردوسی ادامه داد.
فعالیت سینمایی رو از سال 1314 با بازی در فیلم شیرین و فرهاد آغاز کرده. از دهه 1320 به فعالیت در رادیو هم مشغول شده و از سال 1331 در دوبله نیز به فعالیت پرداخته. وی دو دوره در سالهای 1331 و 1341 ریاست اداره نمایش کشور رو به عهده داشت. وی همسر ژاله اولو و روحانگیز سامی نژاد بود. خانم ژاله اولو در مورد حال این روزهاش گفته: خدا رو شکر هیچ کسالتی ندارم. فقط مدتیه که خودم به خودم استراحت دادم و ترجیح دادم فعلا کار نکنم. اکنون فقط در منزلم استراحت میکنم. مدتی بود که در رادیو کار خاصی نبود. بنابراین ترجیح دادم استراحت کنم. الان یک ساله که برای رادیو کار نمی کنم، اما اگه زمانش فرا برسه و کاری باشه که دوست داشته باشم حتما به رادیو بر می گردم، چرا که من رادیو رو دوست دارم. آخرین کار تلویزیونیم سریال مختارنامه بود. از اون به بعد مدت هاست که در تلویزیون کار نکردم و فعلا هم قصد ندارم کار کنم. در خیابان دکتر شریعتی امتحانمون هم خوندن شعر و مقالات ادبی بود که من قبول شدم. در واقع اولین کار هنری من از پشت میکروفون رادیو به صورت زنده پخش شد. بعدها کم کم نمایشنامه های کوتاه نوشته شد و بازیگران تماشاخانه تهران اون رو به صورت نمایشنامه های رادیویی تنظیم و اجرا می کردن. مرحوم مجید محسنی و جمشید شیبانی و حمید قنبری هم پیش پرده می خوندن. کم کم داستان شب جای خودش رو در رادیو باز کرد. اولین نمایشنامه‌ای که من برای داستان شب کار کردم دختر خورشید نام داشت که نصرت الله محتشم اون رو کارگردانی کرد. نویسنده برنامه عزیز الله حاتمی و گوینده آقای مانی بود. این برنامه از ابتدای ساعت 10 شب و با همون آرم مشهور پخش می شد. مدتی بعد دستگاه های ضبط در تولید رادیو در میدان ارگ راه اندازی شد و ما به جای پخش زنده تمام داستان ها رو ضبط می کردیم. ژاله اولو در همون سالها وارد هنرستان هنرپیشگی شد و یک دوره 3 ساله رو گذروند. در همین سالها میترا فیلم با درج 1 آگهی در روزنامه ها برای بازی در فیلم طوفان زندگی به کارگردانی علی دریابیگی چند خانم رو به کار هنرپیشگی دعوت کرد. ژاله اولو از جمله کسانی بود که به این آگهی پاسخ داد و برای کار انتخاب شد. او از خاطرات اون سالها چنین میگه: من در تئاتر فردوسی بازی میکردم تا اینکه روزی بچه های تئاتر تهران از من خواستن در نمایشنامه ای به نام آقا محمد خان بازی کنم. در این نمایشنامه من نقش امینه خواهر فتلی شاه رو داشتم. بعد از اون نمایشنامه تو مام منی رو به کارگردانی استاد حالتی و مرحوم تفکری و مجید محسنی بازی کردم و پس از اون دوباره به تئاتر فردوسی برگشتم و نمایشنامه شاه صفی رو با محتشم کار کردم. در این نمایشنامه نقش اصلی بر عهده من بود. ژاله اولو تا قبل از انقلاب اسلامی نزدیک به 50 فیلم سینمایی بازی کرده. او بعد از انقلاب تا سال 1363 نتونست بازی کنه. در نهایت همین سال با سریال امیر کبیر جلوی دوربین بازگشت و در سال 1368 با فیلم زمان از دست رفته دوباره به سینما اومد. خانم اولو در سال 1365 مدیر دوبلاژ سریال محبوب سالهای دور از خانه که به اوشین معروف بود رو بر عهده داشت. ایشون میگه: من تلفن همراه ندارم و این موضوع یکی از خوشبختی های منه. با فضای مجازی ارتباطی ندارم، چرا که کاری با این فضا ندارم و معتقدم یک تلفن وجود داره که میشه از راه اون تماس گرفت و وقت و بی وقت گرفتار تلفن همراه نشد. خانم اولو حالا نزدیک به 94 سال سن داره و به علت کهولت سن چند سالی که بازیگری نمی کنه. او در سال 1389 از برگزیدگان همایش چهره‌های ماندگار شد. ایشون میگه: سالهاست که شعر میگم. چند بار قصد داشتم اشعارم رو چاپ کنم که هنوز نشده. در مجموع هم غزل میگم و هم مثنوی، رباعی و گاهی هم شعر نو میسرایم. افتخارات ژاله اولو. تندیس افتخار برای یک عمر فعالیت سینمایی از سوی خانه سینمای ایران در سال 1382. تقدیرنامه برای یک عمر فعالیت هنری و تأثیر فرهنگی از انجمن بازیگران سینمای ایران.
لوح تقدیر به عنوان کارگردان برتر از ششمین جشنواره بین المللی برنامه های رادیویی. لوح تقدیر و جایزه بهترین کارگردانی برای نمایشنامه رادیویی یک اتفاق ساده در جشنواره بین المللی برنامه های رادیویی در سال 1385. با آرزوی سلامتی برای این بازیگر خاطر انگیز سینما و دوبلور. دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه به برنامه های ما علاقه مندید، میتونید از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.